سلام و وقت بخیر. صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز سه‌شنبه 23 فروردین 12 ماه میلادی آوریل در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. گزارش‌هایی از حمله شیمیایی روسیه و تجاوز به زنان در شهرهای اشغال شده اوکراین. گاردین از قاچاق سلاح به روسیه از سوی سپاه پاسداران خبر داد. گزارش عفو بین الملل از مرگ زندانیان ایران به دلیل محرومیت از خدمات پزشکی در اتاق انتظار مرگ. از سال 2010 تا کنون 96 نفر به دلایل نبود درمان مناسب در زندانها کشته شدند. اقدام جدید جمهوری اسلامی پس از افزایش قیمت اینترنت ثابت. اپراتورهای موبایل ضمن گران کردن تعرفه ها ارائه بسته های مقرونه به صرفه را متوقف کردند. و افزایش شدید قیمت دارو و کالاهای اساسی به دنبال حذف ارز ترجیحی. بهای برخی داروها تا چند برابر افزایش یافته است. با ادامه جنگ و درگیری در نقاط مختلف اوکراین، شواهد تازه‌ای از اعمال انواع خشونت و تعرض نیروهای ارتش روسیه نسبت به زنان و کودکان اوکراین ابعاد دیگری از وقوع جنایات گسترده و فجایع انسانی در این جنگ را آشکار کرده است. روایت شماری از شاهدان و قربانیان از تعرض و تجاوز گروهی به زنان و کودکان 14 تا 24 ساله حکایت دارد. به گفته تعدادی از این زنان قربانی، سربازان روس علاوه بر اقدامات خشونتبار مردان همراه آنها را کشته یا اسیر و شکنجه کردند. بر اساس گزارش زنان و شاهدان عینی، اکثر سربازان روس از مواد مخدر یا الکل استفاده می کنند. نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به تجاوز جنسی و خشونت علیه غیر نظامیان، خصوصا زنان و کودکان توسط ارتش روسیه هشدار داده بودند. مدیر اجرایی حوزه زنان سازمان ملل هم خواستار اقدام فوری برای مصون ماندن زنان و کودکان از خشونت در جنگ اوکراین شد. همزمان نشریه بریتانیایی گاردین از وجود شبکه قاچاق تسلیحات و مهمات ایران به منظور ارسال برای روسیه در جریان جنگ اوکراین خبر داده است. به گزارش گاردین، این تسلیحات توسط نیروهای شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق به اوکراین قاچاق شدند و شامل RPG، موشک‌های ضد تانک و سامانه‌های راکتی بوده است. منابع نزدیک به هشت و شبی به گاردین گفتند در بین سلاح‌های ارسالی موشک باور 373 ساخت ایران هم بوده که مشابه سامانه موشکی S-300 روسی است. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی یک سامانه 300 روسی را هم به این کشور بازگردانده است. به گزارش گاردین، تسلیحات نظامی از مرز زمینی عراق به ایران وارد و سپس با دو پرچم روسیه و یک پرچم ایران از بندر انزلی به شهری در روسیه ارسال شدند. به گزارش گاردین، فشار تحریم روسیه را مجاب کرده که قاچاق اسلحه را از طریق متحدان خود یعنی سوریه و ایران انجام دهد. به دنبال انتشار گزارش‌هایی از احتمال استفاده روسیه از سلاح‌های شیمیایی، پنتاگون طی بیانیه اعلام کرد استفاده مسکو از تسلیحات شیمیایی در ماریوپول را بررسی می‌کند. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفت اگر این موضوع صحت داشته باشد بسیار نگران کننده خواهد بود. شرکت تسلیحاتی راین متال آلمان از آمادگی خود برای ارسال تانک به اوکراین خبر داد. این شرکت اعلام کرد اگر دولت فدرال موافقت کند، میتواند تانک‌های لئوپارد 1 را به ارتش اوکراین ارسال کرده و چگونگی استفاده از این تانک‌ها را به نظامیان اوکراینی آموزش دهند. به گفته این شرکت، تحویل اولین سری این تانک‌ها 6 هفته زمان می‌برد. با توجه به اینکه شرکت راین متال گفته حاضر است تانک‌های لئوپارد به اوکراین ارسال کند، از همکارم احمد صمدی از برلین پرسیدیم ارسال این تانک‌ها در چه صورت و کی انجام خواهد شد. خب ما در هفته گذشته اینو بگم که شاهد این بودیم که وزیر دفاع آلمان یعنی خانم لامبرشت اعلام کرد که دیگه نمیتونن از زرادخانه‌های ارتش این کشور به ارتش اوکراین کمک بکنن و حالا بخش خصوصی هستش که میتونه کمک‌های نظامی رو برای اوکراین ارسال بکنه. خب حالا شرکت راین متال اعلام کرده که حاضره که 50 دستگاه از تانک‌های لئوپارد 1 رو که نسبتاً تانک‌های پیشرفته‌ای هم هستند رو به اوکراین ارسال بکنه، اگرچه می‌دونیم که خب این تانک‌ها تانک‌های نو نیستن، تانک‌هایی بودن که پیش از این در اختیار برخی از کشورها قرار داده شده بودن و اون بعد از اینکه خدمت این تانک‌ها در اون کشورها پایان رفته، اینا رو به آلمان برگردونده بودن و حالا راین متال میگه که میتونه این تانک‌ها رو به اوکراین بفرسته و ظرف 2-3 روز هم میتونه آموزش‌های لازم رو به ارتش اوکراین بده که بتونن از اینها استفاده بکنن. میدونیم که خب به
هر حال این تانک‌ها هم در واقع در چارچوب کمک‌هایی هستش که کشورهای اروپایی میخوان انجام بدن و باید که دولت فدرال آلمان هم مجوزهای لازم رو برای این شرکت صادر بکنه و خب بتونن که اینا رو استفاده بکنن. در روزهای گذشته مقامات آلمانی از جمله وزیر امور خارجه آلمان اعلام کردن که باید کمک‌های فوری برای دفاع مردم اوکراین از خودشون هر چه سریع‌تر به اوکراین داده بشه و خب در روزهای گذشته هم این کمک‌ها ارسال شده و حالا به نظر میاد که دولت فدرال آلمان مجوز ارسال این تانک کار برای مقامات اوکراینی صادر بکنه. توضیحات همکارم احمد صمدی از برلین رو میشنیدید. در ادامه و در رابطه با گزارش گاردین مبنی بر قاچاق سلاح از سوی سپاه پاسداران به روسیه از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار پرسیدیم این گزارش چه تبعاتی برای ایران خواهد داشت. بله خاطرتون هستش که در جریان جنگ سوریه ایران برخلاف اصل 146 قانون اساسی، برخلاف تصریح اصل 146 قانون اساسی که میگه هیچ پایگاه نظامی ولو با اهداف صلح‌آمیز نمیتونه در ایران باشه خارجیش، خب به دستورهای خامنه‌ای ایران پایگاه نوژه رو در اختیار روسیه قرار داد. اون ماجرا در واقع تاثیرات بزرگی در سیاست ایران داشت، منتها یادتون نره که اون مسئله فقط یک مسئله داخلی بود. این بار این کاری که ایران داره میکنه، این کاری که حکومت ایران داره در واقع تمام وجود حیثیتش گذاشته برای ولادیمیر پوتین، واقعیت است که ابعاد بین‌المللی بسیار بزرگی داره. ده‌ها برابر اون ماجرا مسیر سیاست ایران رو عوض خواهد کرد. اول به شما بگم که این تصمیمات در واقع ایران تاثیر مستقیم روی توان نظامی ایران هم داره. ایران بیش از 15 سال تلاش کرد که چند تا سامان S-300 از روسیه بخره، کلی هم پول داد بابتش. حالا الان گاردین گفته که یه دونه اینا رو برگردونده به ولادیمیر پوتین. این سامانه باور 373 که ایران ادعا میکنه که در واقع پیشرفته ترین سامانه نظامیش هست، ویدیوهای رسانه سپاه هست که میگن خیلی محرمانه است، ما باید دست کسی نمیگذاریم بیفته، خیلی باید مواظبش باشیم. خب باز گاردین گفته ایران یه دونه از اینها رو داده در فرستاده برای روسا. میدونی یعنی توان نظامی ایران و بخش قابل توجهیش داره در طبق اخلاص به ولادیمیر پوتین تقدیم میکنه. یا مثلا نیروهای هشت شبی به گاردین گفتن که ما سلاح‌های ضد تانکمون رو همه‌شو جمع کردن در اواخر مارس و همه‌شو برداشتن بردن دادن تحویل روسیه دادن. بنابراین تاثیر اولیه‌اش تضعیف توان نظامی ایران. این تنها ادعایی است که حکومت ایران داره، به غیر از توان نظامی جمهوری اسلامی در هیچ زمینه دیگه‌ای نمیتونه بگه من کاری تونستم بکنم در 40 سال گذشته. مسئله دوم تبعات بین‌المللیش هست. شما الان موج خشم عظیمی که در اروپا و غرب وجود داره علیه پوتین، در جهان وجود داره رو می‌بینید و این موج خشم دولتی نیست، شهروندان خودشون در واقع با امکانات خودشون سعی میکنن علیه پوتین کاری بکنن. این برچسبی که بر پیشانی ایران خواهد خورد، نه فقط جمهوری اسلامی بلکه ایران خواهد خورد که در واقع تمام قد در اختیار روسیه قرار گرفت، در اختیار پوتین خودش قرار داد برای اشغال یک کشور مظلوم بیگناه مثل اوکراین، این چیزی که تاریخ فراموش نخواهد کرد. و مسئله سوم این نوع در واقع خدمتگزاری جمهوری اسلامی ایران و سپاه به روسیه یک ائتلاف نظامی نیست. در واقع همچنان که یادتون باشه وزیر خارجه ایران تو اون فایل صوتی معروف میگه ما در ماجرای سوریه هم سپاه تبدیل شد به نیروی زمینی روسیه، نه اینکه روسیه شده باشه نیروی هوایی ما. توضیحات مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان رو میشنیدید. به دنبال انتشار گزارش‌های متعدد درباره محروم نگه داشتن زندانیان از خدمات پزشکی در ایران، سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود مرگ 96 زندانی را صرفاً در پی عدم دسترسی به مراقبت‌های پزشکی تایید می‌کند. بر اساس بررسی‌های این سازمان حقوق بشری از 30 زندان ایران 92 زندانی مرد و 4 زندانی زن بودند با میانگین سنی 19 تا 59 سال. در این گزارش تاکید می‌شود مقام‌های زندان‌ها با ممانعت از اعزام و تأخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان در مرگ آنها نقش دارند یا مسبب اصلی جان باختن زندانیان هستند. در نمودار کف بین‌الملل با عنوان بی‌توجهی مرگبار به زندانیان بیمار یا مجروح منتشر کرده، زندانیان در سال 2010 شرایط بسیار نامناسبی دارند و بر اساس این پژوهش این وضعیت در سال 2014 کمی متفاوت شده، اما مجدداً به شکل گسترده نقض حقوق زندانیان با محرومیت آنها از خدمات پزشکی در خلال بیش از یک دهه دیده می شود. ترکیب سنی زندانیان فوت شده در زندان بر اثر رسیدگی نکردن مسئولان نیز دیگر مسئله مورد بررسی در این گزارش است. عفو بین الملل می گوید 23 نفر بین 19 تا 39 ساله و 26 نفر بین 40 تا 59 ساله جان خود را از دست دادند. همچنین 7 زندانی بین 60 تا 69 سال و 2 زندانی بین 70 تا 79 سال بدون دسترسی به امکانات پزشکی جان باخته
و یک زندانی 82 ساله نیز به دلیل همین نبود خدمات درگذشته است. عفو بین الملل همچنین به پراکندگی جغرافیایی مرگ زندانیان در استانهای مختلف پرداخته. بر اساس این گزارش در استان آذربایجان غربی 28 زندانی، در تهران 16 زندانی و در سیستان و بلوچستان 15 زندانی به دلیل در اختیار نداشتن خدمات درمانی جان باختند. همچنین در استان البرز 12 زندانی، کردستان 4 زندانی، ایلام، خوزستان و مازندران 3 زندانی فوت شدند. در استانهای آذربایجان شرقی و لرستان 2 زندانی جان باخته و در قم، هرمزگان، کرمانشاه، کرمان، خراسان رضوی جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد 1 نفر جانش را از دست داده است. بی‌توجهی مرگبار به زندانیان بیمار یا مجروح یکی از موضوعات مورد توجه در این گزارش بوده. بر اساس آن 29 نفر بر اثر سکته قلبی یا مغزی جان باخته، 5 نفر بر اثر جراحت هنگام بازداشت یا دستگیری کشته شدند و 17 زندانی در اثر بیماری عفونی یا کووید و 6 مورد هم از بیماری سرطان درگذشتند. این سازمان حقوق بشری در این گزارش نشان می‌دهد که در بیش از یک دهه چطور زندانیان در ایران جان باختند و از مقامات خواسته به نقض حیات زندانیان با محروم کردن آنها از خدمات درمانی خاتمه دهد. در ادامه بیشتر بشنویم از نکات مهم و شاخص این گزارش از محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران. ببینید، به نظر من این یک گزارش خیلی مهمی است. ما در سال‌های اخیر مواردی در موردشون شنیدیم در اخبار که زندانیان به خاطر عدم رسیدگی پزشکی جونشون رو از دست میدن، ولی این گزارش نشون میده که این یک مسئله سیستماتیک هست که در سراسر کشور در جریان هست و همونطور هم در گزارش اومده با وجود عدم شفافیت و مشکلاتی که در اطلاع رسانی وجود داره، سازمان عفو بین الملل موفق شده که 96 مورد از مرگ زندانیان به خاطر عدم رسیدگی پزشکی یا ممانعت از رسیدگی پزشکی رو مستندسازی کنند و این نشون میده که در واقع مسئله بسیار بزرگتر از اون چیزیست که ما فکر میکنیم. یک مورد دیگه که این گزارش بهش اشاره میکنه و خیلی مهم است، اونم عدم پاسخگویی مسئولان جمهوری اسلامی و مسئولان زندان هاست و مسئولیت قضایی است. وقتی که یک زندانی در زندان جون خودش رو از دست میده، در واقع مسئول جون زندانیان سازمان زندان ها، قوه قضایی و بعد رهبر جمهوری اسلامی است و هیچ وقت در این سالها هیچ کس به خاطر مرگ یک زندانی مورد پاسخگویی یا مورد پیگرد قضایی قرار نگرفته. توضیحات محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران رو میشنیدید. شماری از بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در استانهای مختلف امروز در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلاتشان مقابل ساختمان ستاد اجرای فرمان امام در تهران تجمع کردند. معترضان خواهان اجرای کامل آیین‌نامه استخدامی و پرسنلی و پرداخت کامل معوقات خود هستند. تجمع کنندگان شعارهای علیه بی‌عدالتی سر دادند. نیروهای امنیتی به تجمع بازنشستگان مخابرات در تهران حمله کرده و بنابر تصاویر منتشر شده برخی افراد در این تجمع بازداشت شدند. همچنین امروز تجمعی هم از سوی شماری از بازنشستگان مقابل صندوق بازنشستگان صنعت و معدن صورت گرفته است. با وجود ادعای دولت بر افزایش درآمدهای نفتی، شاهد گسترش اعتراضات صنفی هستیم. در همین رابطه از فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران پرسیدیم آیا با وجود وعده‌های دولت تغییری در شرایط معیشتی کارگران ایجاد شده؟ خیر، قطعاً بهتر نشده و به شدت رو به بدتر شدن داره پیش میره. این صحبتی که افزایش درآمدهای نفتی به هر حال چیزی که دولت مردان ادعا میکنن و واقعیتش برای ما مشخص نیست، اما این که حکومت از ابتدای روی کار اومدنش
همیشه تلاشش برای این بوده که در ارزانسازی نیروی کار و پای نگه داشتن سطح دستمزد و حقوق کارگران، معلمان و همه گروه‌های مزدبگیر رو برای خودش ایجاد کنه و جزء ارکان بنیادین سیاست‌های اقتصاد سیاسی حکومته. برای همین فقط نتوانستن حکومت به واسطه بحران‌های اقتصادی یا تحریم‌ها مسئله نیست که این شرایط رو به وجود آورده، بلکه قید نخواستن هم اینجا وجود داره. ما شاهد هستیم که مطالبات زیادی در میان کارگران و بخش‌های مختلف مزدبگیر در طول 40 سال گذشته بر روی هم انباشته شده و امروز تبدیل به یک بحران شده. مشخصا همین تجمع بازنشستگان مخابرات رو در نظر بگیریم، اینا از سال 89 که خصوصی سازی مخابرات اتفاق افتاد و به بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام واگذار شد، آیین نامه استخدامی به طور کامل براشون اجرا نشده و یه سری آیتم های رفاهی که قراره برای کارکنان بازنشسته و شاغل پرداخت بشه پرداخت نشده. خب ما در طول 13 سال گذشته شاهد بودیم که برجام هم اجرا شد، دوره تحریم ها برداشته شد، ولی این مطالبات همچنان بی پاسخ مونده و بر روی هم انباشته شده و به هر حال حاکمیت برای کلیه بخشای مزدبگیر این سیاست رو داره و به مطالباتشون پاسخ نمیده. توضیحات فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران رو میشنیدید. در روزهایی که مذاکرات مرتبط با توافق هسته‌ای متوقف مانده و تردیدها در خصوص سرانجام آن رو به افزایش است، وزیر دفاع اسرائیل گفته جمهوری اسلامی به نقطه‌ای رسیده که اگر اراده کند می‌تواند در سطح 90% نیز غنی‌سازی کند و به همین دلیل اکنون زمان اجرای فوری طرح جایگزین است. بنی گانتس هشدار داد در صورت احیای برجام پول زیادی در اختیار ایران قرار خواهد گرفت که بر ثبات منطقه تأثیر منفی خواهد داشت. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل هم گفته هنوز مشخص نیست مذاکرات احیای برجام به نتیجه برسد و هنوز هیچ چیزی نهایی نشده است. مایک هرتسوگ سفیر اسرائیل در آمریکا هم در یک مصاحبه زنده با واشنگتن پست میگوید با برجام یا بدون آن سیاست بازدارندگی در برابر ایران باید اعمال شود. از همکارم اشکان صفایی از اورشلیم پرسیدیم نفتالی بنت در این مصاحبه ها به چه موضوعاتی اشاره کرده است. بله، خب صحبت های نفتالی بنت دیشب در شماری مصاحبه تلویزیونی که با 3 تلویزیون اصلی اسرائیل انجام داد بیان شد. بنت هم به مسائل داخلی اسرائیل اشاره کرد، هم به مسائل خارجی. در مورد مسائل خارجی دو نکته اساسی رو بیان کرد، یکی موضوع ایران و یکی هم موضوع در واقع جنگ در اوکراین. در مورد ایران گفت که هنوز معلوم نیست که قرارداد اتمی امضا بشه. این برخلاف صحبت‌های چند هفته پیش او هست که مدام میگفت در چند روز آینده قرارداد امضا خواهد شد، اما الان میگه که تا وقتی همه چیز نهایی نشه هیچ چیز نهایی نشده. گفت که به همراه وزیر خارجه‌اش یائیر لاپید هر اقدام لازمی رو انجام میده برای مقابله و برنامه اتمی ایران و تأثیر گذاشتن بر مذاکرات برجام. به اقدامات دولت اسرائیل علیه جمهوری اسلامی هم اشاره کرد. در این زمینه گفت که اتفاقات زیادی در کشورهای زیادی رخ میده. به نظر میاد اشارش به این حملات منتسب به اسرائیل علیه اهداف ایرانی در کشورهای منطقه از جمله سوریه بود. گفت که اون چیزی که برای او در واقع غیر قابل قبوله این هست که یک نفر در تهران بنشینه حمایت مالی بکنه از تروریسم در اسرائیل و هیچ بهایی هم برای این کارش نپردازه. حزب لیکود در بیانیه‌ای که صادر کرده گفت که بنت به رای دهنده های خودش پشت کرد، به اونها خیانت کرد و الان هم داره دروغ میگه. به گفته حزب لیکود، حزب بنیامین نتانیاهو، بنت الان اکثریت خودش رو در کنست پارلمان اسرائیل از دست داده و میدونه که روسهای دولتش در واقع به سر رسیده. گفته حزب لیکود گفته که الان زمان این هست که یک دولتی جدید سر کار بیاد که به گفته اونها امنیت و صلح و آرامش رو به اسرائیل برگردونه. از اون طرف حزب راستگرای افراطی صهیونیسم مذهبی نیز اون هم نفتالی بنت رو در واقع به دروغگویی و
فریبکاری متهم کرده، اما اون بخشش که در مورد مسائل خارجی بنت صحبت کرد تا الان واکنشی در واقع از سوی مقامات یا رسانه‌های اسرائیل نداشت. توضیحات همکارم اشکان صفایی از اورشلیم رو میشنیدید. 14 سناتور جمهوری خواه در نامه‌ای به جو بایدن از او خواستند تا نام سپاه پاسداران را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج نکند. این سناتورها در نامه مشترک خود به رئیس جمهور آمریکا سپاه پاسداران را مسئول حملات متعدد به مواضع آمریکا و کشته شدن نیروهای آمریکایی در عراق دانستند. بیشتر بشنویم در همین رابطه در گزارشی از کیان امانی. نامه 14 سناتور جمهوری خواه به بایدن در مخالفت با حذف احتمالی نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی دولت آمریکا. تازه‌ترین واکنش به مذاکراتی که بیش از یک ماه است متوقف شده. گفته می‌شود دولت‌های مذاکره کننده در وین منتظر پاسخ آمریکا به درخواست ایران برای خروج نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی هستند. درخواستی که بر اساس شواهد در دسترس دست کم تا این لحظه از سوی دولت آمریکا پذیرفته نشده. شاید در هفته‌های گذشته گمان زنی‌ها در آمریکا نشان از موافقت دولت بایدن با حذف نام سپاه پاسداران یا دست کم بخشی از آن از فهرست گروه‌های تروریستی داشت، اما رفته رفته فشارها و مخالفت‌ها در آمریکا بر دولت افزایش یافت و این خوشبینی‌ها را کم رنگ‌تر کرد. سناتورهای جمهوری خواه احتمال حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی را اشتباهی بزرگ خوانده‌اند. حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی نه تنها اقدامی به شدت غلط، بلکه خیانت به شرکا و متحدان آمریکا در منطقه، به ویژه اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس است. سپاه پاسداران مسئول حملات متعدد به مواضع آمریکا و کشته شدن دست کم 600 نیروی آمریکایی در عراق است. نیروهای سپاه در حال حاضر نیز تلاش می‌کنند تا مقام‌های آمریکایی از جمله مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین را در خاک ایالات متحده بکشند. سپاه پاسداران هیچ تغییر معناداری در رفتار خود نشان نداده و همچنان فعالانه درگیر فعالیت‌های تروریستی است. در روزهای اخیر وزارت خارجه آمریکا گفته که جو بایدن رئیس جمهور این کشور نیروی قدس سپاه را تروریستی می‌داند، اما به کلیت سپاه پاسداران اشاره‌ای نکرده. در تهران گفته می‌شود امروز و فردا بخشی از منابع ارضی ایران آزاد می‌شود. بر اساس آنچه رسانه‌ها در ایران به نقل از مقامات وزارت خارجه منتشر کردند، قرار است حدود 7 میلیارد دلار از پول‌های مسروق شده در کره جنوبی به ایران پرداخت شود و در عوض چند زندانی دو تابعیتی زندانی در ایران آزاد خواهند شد. هرچند خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری روزانه خود این خبر را تکذیب کرد. پیش بینی شده اگر این پول‌ها که نزد دو بانک کره مسروق شده آزاد شوند، سیامک و محمد باقر نمازی به همراه مراد طاهباز سه زندانی دو تابعیتی ایرانی آمریکایی آزاد خواهند شد. طی ماه‌های گذشته و با آغاز دور جدید مذاکرات احیای برجام میان دولت رئیسی و بایدن، دولت آمریکا برخی تحریم‌ها علیه ایران را تسهیل کرد. با گمان زنی های جدید شاید بتوان گفت حالا ایران برای دریافت بخشی از پول های مسروق شده اش آماده می شود. اما هنوز مشخص نیست سرنوشت ماه‌ها مذاکره میان ایران و کشورهای غربی با گره خوردن نام سپاه پاسداران به مذاکرات برجام چه خواهد شد و آیا توافق جدیدی شکل خواهد گرفت یا نه. کیان امانی، واشنگتن. به دنبال تلاش حکومت برای به تصویب رساندن طرح صیانت و بعد از گرانی 60% اینترنت ثابت، روزنامه همشهری در گزارشی از حذف بسته‌های مقرون به صرفه اینترنت همراه و گرانی شدید اینترنت موبایل خبر داد. بر اساس این گزارش دو اپراتور مسلط موبایل یعنی همراه اول و ایرانسل در اقدامی هماهنگ بسته‌های ارزان قیمت را برای شهروندان حذف کرده و عملاً گرانی شدید اینترنت را در ایران رقم زدند. پس از گران شدن اینترنت ثابت، حالا نوبت به گران شدن اینترنت موبایل رسیده. در همین رابطه از رضا حاجی حسینی روزنامه نگار پرسیدیم آیا این اقدام حکومت جایگزینی برای طرح صیانت است؟ چه بسا مکمل اون طرح، یعنی طبیعتاً جایگزین نیست، بلکه در واقع طرح صیانت رو به نوعی تکمیل میکنه. طبیعتاً افزایش قیمت اینترنت
باعث کاهش دسترسی میشه و در فضای سرکوب و سانسور حاکم بر ایران این کاهش دسترسی کاربران بیشتری رو عملا از گردونه استفاده از خدمات اینترنتی خارج میکنه. ترجیح خانواده ها این خواهد بود که این هزینه رو احتمالا از سبد هزینه های خودشون خارج بکنند اگر بنا باشه که قیمتی برای اون بپردازند که از عهده اون بر نیاند. این در حالی است که دولت آقای رئیسی، یعنی ابراهیم رئیسی، در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده اینترنت رایگان رو داده بود برای دهک‌های پایین درآمدی و گفته بود که اینترنت الان به حق مردم تبدیل شده و باید خانواده‌های کم درآمد بتونن از اینترنت رایگان استفاده بکنن. و همونطور که شما اشاره کردید، الان اتفاقی که افتاده این است که خدمات اینترنت سیار، اون بخش از بسته هایی که ارائه می شد درش که بسته های مقرون به صرفه بود برای کاربران، اینها از سوی همراه اول و ایرانسل حذف شده. عملا کاربران ناچارند که قیمت بیشتری رو بپردازند برای به دست آوردن همون خدماتی که تا پیش از این می گرفتند و کیفیت هم افزایش پیدا نکرده. یعنی با همون سرعت اینترنت پایین در واقع باید مصرف کننده سر و کله بزنه و اینها شرایطی رو ایجاد کرده که گله میگذارند، به قول معروف طرح بحث میکنند در شبکه‌های اجتماعی و به طور مشخص در واقع ارتباط هم میدن موضوع رو به همین طرح سیانت. تأکید میکنم بر این که مجلس انقلابی مورد نظر آقای خامنه‌ای و دولت انقلابی مورد نظر او از اجرای طرح سیانت چشم پوشی نخواهند کرد. در کنار اون، این افزایش قیمت ها طبیعتاً مکملی است که سرکوب و سانسور رو تشدید میکنه. توضیحات رضا حاجی حسینی، روزنامه نگار از مالمو در سوئد رو میشنیدید. به دنبال انتشار خبر حذف ارز ترجیحی برای واردات دارو در قانون بودجه امسال، بهای داروها در ایران افزایش شدیدی یافته است. افزایش قیمت دارو از نیمه دوم سال قبل و با کاهش تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات شدت گرفت. رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تاکید بر اینکه ارز دارو هنوز حذف نشده، گرانی اخیر دارو را عجیب دانست و آن را به عدم نظارت و مدیریت صحیح دولت نسبت داد. گزارشی بشنویم در همین رابطه از آزاده کنگرانی. گرانی روزافزون دارو همزمان با تکذیب‌های دولت، هدیه حکومت به مردم در آغاز سال جدید. تا دیروز نسخه به دست دنبال داروهایی بودند که درمان و نجات جان عزیزانشان به آن بسته بود و امروز باید نگران قیمتهایی باشند که سر به فلک کشیده است. دارو یا نیست یا اگر هست نمیتوان خرید. انتخابی آزاد بین شرایط بدتر و باز هم بدتر. چالش جدید شهروندان ایرانی پس از بلند شدن زمزمه‌هایی درباره حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو. حکومت میگوید ارز ترجیحی دارو حذف نشده است. اولا که ارز ترجیحی حذف نشده و در حال تخصیص هست و از این حیث تولید کنندگان و اون مراکزی که ارز ترجیحی رو دریافت میکردن مشکلی رو الان ندارن و نخواهند داشت. اما بازار و قیمتها چیز دیگری میگویند. همزمان اعلام سیاست ارائه یارانه حمایت از معیشت مردم که منتقدان و کارشناسان اقتصادی بی حاصل و نمایشی میخوانند. دولت وعده های بزرگ. تورم روزافزون اقتصادی و گرانی ساعتی مدت هاست از دستمزد حقوق بگیران پیشی گرفته است. در سال 1400 دولت ایران وعده داده بود قیمت دارو فقط 15% افزایش یابد، اما این میزان در عمل به 35-40% رسید. کارشناسان اکنون هشدار می‌دهند که برداشتن ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت داروها بین 25-530% می‌شود. افزایش قیمتی که هم اکنون در مورد بسیاری از داروها رخ داده است. عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران می‌گوید که شرکت‌های بیمه باید این افزایش قیمت را به طریقی پوشش دهی کنند. همچنین مبلغی که بر داروهای مختلف اضافه می شود نباید از جیب مردم برود. اما آیا حکومت جمهوری اسلامی تمهیدی اندیشیده که مردم از جیب خود بیش از این نپردازند؟ آن هم در شرایطی که بسیاری از اقلام دارویی تحت پوشش بیمه نیستند.
از سوی دیگر حداقل 9 میلیون نفر در کشور قدرت اقتصادی تهیه بیمه سلامت را برای خود ندارند و در نتیجه توان خرید دارو را با اضافه شدن هزینه‌ها کامل از دست می‌دهند. اما نداشتن دسترسی به دارو چه به علت گرانی چه به علت موجود نبودنشان در بازار خرید هرچند بخشی حیاتی است، اما فقط گوشه ای از چالش های کمرشکن اقتصادی مردم است. اکثریتی از مردم که حتی تأمین نان شب و سیر کردن شکم برایشان به دغدغه‌ای بزرگ بدل شده است. آزاده کنگرانی، واشنگتن دی سی. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.